بحران بزرگ یووه پیش از جدال مرگ و زندگی. رونالدو به من گفت به یونایتد برو. تولد دوباره مسی در آستانه سوپرچام. سلام به کانال همگام با ورزش، خوش آمدید. ممکن است یوونتوس تعداد زیاد از ستاره های خود را مقابل انتر در اختیار نداشته باشد. برونو فرناندز ستاره پرتغالی یونایتد با کریستیانو رونالدو برای انتقال به اولترافورد مشورت کرده است. مهاجم بارسلونا با روزهای درخشان خود بازگشته است و در شروع هفته آینده فرصت دارد فاتح سوپرجام اسپانیا شود. یوونتوس دیشب در دیدار دشوار علی‌رغم اینکه ساسولو در نفره بود موفق شد 3-1 این تیم را مغلوب کرده و خود را به صدر جدال سری آ نزدیک کند. یوونتوس این هفته در رقابت‌های کوپا ایتالیا به مساف جنوا رفته و هفته آینده دیدار دشوار و تعیین کننده با اینتر یکی از رقبای جدی خود برای فتح دهمین اسکودتوی متوالی پیش رو خواهد داشت. اما بی تردید در حال حاضر مهمترین مشکل یوونتوس تعداد بازیکنان مصدوم این تیم است. خبر بعد در جریان پیروزی شیرین برابر ساسولو مصدومیت دو هافبک یوونتوس و احتمال غیبت آنها در دو بازی پیش رو است. وینستون مکینی هافبک آمریکایی یووه در دقیقه 19 دچار مصدومیت عضلانی شد و جای خود را به آرون رمزی داد. اما در دقیقه 42 این بار پاولو دیبالا آسیب دید و دژان کلوسیفسکی به جای او وارد میدان شد تا یوونتوس در نیمه نخست دو بار مجبور به تعویض بازیکنان مصدوم خود شود. البته معاینات دقیق پزشکی صورت گرفته و وضعیت این دو بازیکن به صورت کامل مشخص نیست، اما احتمال دارد هم مکینی و هم دیبالا دیدار حساس هفته آتی مقابل انتر را از دست بدهند و این خبر ناراحت کننده برای آندره پیرلو است. همچنین برخی اخبار حاکی از احتمال مصدومیت فدریکو کیزا ستاره این روزهای یوونتوس از ناحیه موچپا در دیدار مقابل ساسولو دادند. کیزا مقابل میلان در دیدار حساس هفته قبل درخشان ظاهر شده و دو بار موفق به گلزنی شد. همچنین بحران ویروس کرونا نیز یکی از دیگر مشکلات بیان کنری است. ماتیاس دلیخت مدافع هلندی یوونتوس بدون شک به علت ابتلا به این بیماری قادر به حضور در دیدار مقابل انتر نخواهد. اما تکلیف خوان کوادرادو و الکساندرو دو بازیکن کرونایی دیگر یوونتوس در روزهای پایانی هفته معلوم می شود و اگر تست این دو بازیکن منفی شود مشکل برای همراهی بیان کنری ها در دیار مقابل انتر نخواهد داشت. عملکرد برونو فرناندز در طول این یک سال حضور در منچستر یونایتد فوق العاده بوده و ادامه روند حتی ممکن است باعث شود او بالاتر از کریستیانو رونالدو و در سالهای پیش رو به بهترین پرتغالی تاریخ این باشگاه از نظر آماری تبدیل شود. حالا برونو فرناندز در مصاحبه فاش کرد قبل از امضای قرارداد با یونایتد با رونالدو مشورت کرده و اسطوره فوتبال پرتغال به او تاکید کرده راهی اولترافورد شود. رونالدو خودش 7 سال فوق العاده را در یونایتد سپری کرد و در این باشگاه موفق به کسب جایزه توپ طلا هم شد. برونو فرناندز گفت: من با رونالدو صحبت کردم و دلیلش این بود که او یونایتد را بهتر از من میشناخت. رونالدو به من مشورت داد و این امر در تصمیم گیری من اهمیت داشت. البته من فکر میکنم در نهایت چنین تصمیم میگرفتم، اما وقتی با کریستیانو صحبت میکنی همیشه بهتر است. من درباره این باشگاه، بزرگی یونایتد و اهمیت این انتقال برای من با یکدیگر صحبت کردیم. رونالدو به من گفت در اولترافورد فرصت برای عضویت در یک باشگاه بزرگ و جنگیدن برای کسب عناوین قهرمانی خواهم داشت. این بهترین توصیه‌ای بود که او به من کرد. رونالدو توصیه کرد برو و کار کن، هواداران یونایتد از تو راضی باشند. این گونه آنها تو را دوست خواهند داشت. پس بازی خود را انجام بده و این گونه میتوانی بهترین عملکرد را در لباس منچستر یونایتد ارائه دهی. با نقل از آیس میسی هفته‌ای را پشت سر گذاشت که در روزهای درخشان سپری می‌کرد. مهاجم بارسا برابر وایدولید بازی خیلی خوب به نمایش گذاشت تا سال 2020 را با احساس خوب به پایان برساند. سپس در سن مامس و لوکارمنس دبل کرد. به نظر می رسد ستاره آرژانتینی دوباره متولد شده است. شاید همه منتظرش بودند. مهاجم آبی اناری ها با بسمه رساندن 11 گل در صدر برترین گلزنان لالیگا قرار دارد. او پس از اینکه شروع فصل ناامید کننده ای داشت و به سختی می توانست گلزنی کند، اکنون دوباره به اوج بازگشته است. در سن مامس برابر اتلتیک بیلبائو دو گل بسمه رساند و می توانست 6 بار دروازه میزبان را باز کند. دو ضربه اش به تیرک برخورد کرد، یک گل به خاطر تنها چند سانتی متر آفساید اعلام شد و توپ دیگرش با اختلاف میلیمتری به بیرون رفت. نکته قابل توجه این است که پس از ابده تلاش بالاخره برابر گرانادا توانست از طریق ضربه آزاد گلزنی کند. فراتر از گل همه چیز بر وفق مراد میسی است. او تنها گلهایش را پیدا نکرده است. سبک و رهبریش را باز یافته است. رونالد کومان سرمربی بارسا پس از دیدار مقابل گرانادا گفت: از نخستین تمرین نه ناراحت و نه نگران میسی بودم. مهاجم آرژانتینی پس از اینکه در سال 2020 نقش کمرنگ در بازی‌های خارج از خانه داشت، اکنون تعیین کننده شده است. او در دیدارهای سخت کاپیتان تیمش بود و در جایی که سرما تیم را تحت فشار قرار می‌داد و بازی کردن راحت نبود، به عنوان رهبر آبیناری‌ها عمل می‌کرد. عملکرد میسی در وایادولید، اوئسکا، بیلبائو و گرانادا تعیین کننده بود، آن معنای زیاده داشت. همچنان که مهاجم تیم کاتالونی درباره آینده‌اش تصمیم می‌گیرد، داستان فکس کاملاً فراموش شده است. با این حال این احساس به وجود آمده است میسی دوباره شادی را در زمین پیدا کرده است و دوباره احساس راحتی با تیمش می کند. زمانی که کومان خواست او را در دقیقه 65 دیدار برابر گرانادا تعویض کند، خیلی راحت این تصمیم را پذیرفت. در حالی که می توانست تعداد گل‌هایش را برابر میزبان افزایش دهد. حالا میسی فرصت دارد در شروع هفته آینده یک جام را بالای سر ببرد. با وجود اینکه بارسا نتوانست نه لالیگا را فتح کند و نه به فینال کوپا دل رئی صعود کند، به عنوان نایب قهرمان لالیگا در سوپرجام رقابت خواهد کرد.
ستاره آرژانتینی پر افتخارترین بازیکن تاریخ بارسا به حساب می آید و 34 جام را فتح کرده است. او حالا مشتاق است تا یک قهرمانی دیگر را تجربه کند و در اولین گام چهارشنبه شب به عنوان کاپیتان بارسا برابر ریال سوسیداد قرار می گیرد. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.